نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز پنج شنبه 19 ربیع الاول سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در این نشست فرمودند طرق طاعت و معصیت اوقلایی است مگر آنکه شارع خودش تزیق یا توسعه داده باشد و چنانچه تزیق یا توسعه نداده باشد خلاف حکمت است که چیزی را اراده کرده باشد که خلاف ظاهر است و باید همان ظاهر را اراده کرده باشد مثلا اگر شخص حکیمی به عبد خود عبد خودش گفت که نان بخرد باید آنچه از کلمه نان فهمیده می شود همان را باید اراده کرده باشد اگر ارادهش از نان چیز دیگری است باید بگوید وگر نه خلاف حکمت است لذا تمام آن چیزهایی که از طرق طاعت و معصیت کش می شود که شخصی مطیع یا آسی است است معظم در ادامه فرمودند شارع در باب قیاس اگرچه اغلایی است نه فرموده است لذا ما از آن دست بر می داریم و در باب قول عدل واحد بنابر فرمایش عده از فقها که من هم برداشتم همین است گفته شده که قول عدل واحد حجت است با اینکه عدل واحد احتمال دارد به خاطر مصالحی که مجوز دارد دروغ بگوید یا اشتباه کند ایشان در ادامه با تفاوت قائل شدن میان قیاس و منصوص العله فرمودند اگر چیزی منصوص سو ال باشد قیاس نیست چرا که قیاس به آن معناست که از یک جزئی برای جزء دیگری استفاده کنید بدون آنکه در دلیل علیت وجود داشته باشد که از این علت کشف یک کبرای کلیه بشود و از آن کبرای کلیه برای جزئی دیگر استفاده شود اما منصوص سو ال قیاس نیست با هم فرمایشات آیت الله شیرازی را ببینیم و بشنویم اگه این باشه دیگه وقت این قیاس اسمش دیگه قیاس شرعی غیر قیاس علم منطقه قیاس منطق اونه که تمثیل یا اقسام قیاسی که داره اونا گیری نداره و ظواهر ظهوره اما قیاس شرعی معلش نشاره یه جزئی گفته علتش هم معلوم نیست تا از اون علت ما کشف حکم کلی بکنیم میخوایم از این جزئی بگیم جزئی دیگه هم همین حکم داره نه این دلیل نیست نه اونجا آخه میگید که علت ذکر شد اگه علت ذکر شد کبرای کلی استفاده میشه